سلام علیکم دوستان، قسمی که در شروع دیدین در این ویدیو برایتان نشان میدیم که چگونه چنین یک انتروی حرفوی برای کانال یوتیوب خود بسازیم یا جور بکنیم. برای دانستن این پس لطفا تا آخر ویدیو ما را همراهی نمایین و اگر تا هنوز کانال ما را سابسکرایب ننمودین بالای دکمه سابسکرایب کلیک بکنین کانال ما را سابسکرایب نمایین. دوستان، برای ساختن آن از اپلیکیشن کوین ماستر استفاده میکنیم. این اپلیکیشن در پلی استور گوشیتون موجود است و اگر میخواین که بدون واترمارک این اپلیکیشن رو در گوشیتون دانلود یا اینستال بکنین، لینک آن را من در قسمت دیسکریپشن ویدیو میگذارم. از آنجا میتوانین که این کار را انجام بدهین. زمانی که اینستال کردین، بعدن که باز بکنین، این قسم یک صفحه برای شما نشان داده می شود. در اینجا بالای گزینه کرییت نیو کلیک میکنیم و بعدن در این قسمت گزینه اولگی رو انتخاب میکنیم. بعدن در قسمت بالا بالای دگمه نیکست کلیک میکنیم. بالای گزینه نیکست که کلیک کردیم، در اینجا بالای این قسم یک صفحه برای ما نشان داده می شود. در اینجا بالای گزینه ایمیج کلیک میکنیم. بعد از او یک بک‌گراند رو انتخاب میکنیم، بک‌گراند سیاه رو انتخاب میکنیم، بالای آن کلیک میکنیم. بعدا در قسمت بالا بالای علامه کراس یا ضرب کلیک میکنیم. در اینجا بالای بک‌گراند خود یک بار تب میزنیم، طول آن را تقریبا کمی طولانی میکنیم، تقریبا 12 ثانیه یا سکند. بعدا در قسمت بالا بالای علامه تیک کلیک میکنیم. تایمر خود را میاریم در شروع بک‌گراند خود و در اینجا بالای گزینه لیر کلیک میکنیم. در اینجا باز بالای گزینه میدیا کلیک میکنیم. گالری گوشی ما باز میشود. لوگو یوتیوب چینل خود را انتخاب میکنیم. من لوگو یوتیوب چینل خود را انتخاب میکنم، شما از خود را انتخاب بکنین. بعدا در اینجا اندازه لوگوی خود را کمی کوچک میکنیم و طول آن را به اندازه طول بک‌گراند خود انتخاب میکنیم. بعدا در قسمت بالا بالای علامه تیک کلیک میکنیم. باز تایمر خود را از قسمت شروع بک‌گراند و لوگوی خود میاریم از ابتدا. در اینجا بالای گزینه لیر باز کلیک میکنیم. باز در قسمت بالا بالای گزینه میدیا کلیک میکنیم. گالری گوشی ما باز میشود. این بار دوستان تمپلیتی را که برای ساختن این لوگو استفاده میکنیم آن را انتخاب میکنیم. تمپلیتی را که من استفاده میکنم نان کپی رایت است، یعنی زمانی که شما آن را استفاده بکنین هیچ گونه کپی رایت استرایک از طرف کس شما دریافت نمیکنین، بدون نگرانی از آن استفاده بکنین. لینک آن را در قسمت دیسکریپشن ویدیو میگذارم. من تمپلیت را انتخاب میکنم. انتخاب کردم، بله دوستان. حال در اینجا در بالای این آیکن سپلیت سکرین کلیک میکنیم. بعدا فول سکرین را انتخاب میکنیم، بالای این آیکن کلیک میکنیم. بعدا در قسمت بالا بالای علامه تیک کلیک میکنیم. بالای اون که کلیک کردیم، یک بار در اینجا بالای انتروی خود تب میزنیم بالای آن و بعدا در قسمت بالای کمی پایین میایم. در قسمت پایین یک گزینه به نام کروما کی است، بالای آن کلیک میکنیم. این دگمه رو به این طرف میزنیم فعال شود. بعدا در قسمت بالا بالای علامه تیک کلیک میکنیم. دوستان در اینجا که کمی به این طرف بیاریم، به این سمت حرکت بدهیم، در قسمت میبینیم که در اونجا لوگوی ما معلوم میشود. در اونجا در مرکز آن دایره معلوم می شود. اما لوگوی ما خیلی خرد است، باید به اندازه دایره آن را فیکس بکنیم، به اندازه که دایره که در پشت سری آن است. اگر لوگوی شما بزرگ است آن را خرد بکنین، اگر خرد است بزرگ. در اینجا بالای لوگوی خود در قسمت پایین یک بار تب می زنیم و بعد از او از اینجا می توانیم آن را بزرگ یا کوچک بکنیم. در اینجا طول آن را بر اندازه آن دایره برابر میکنیم. بله دوستان، حال برابر شد. زمانی که برابر شد، بعدا در قسمت بالا بالای علامه تیک کلیک میکنیم. در اینجا میبینیم که دوستان تمپلیت ما طولش کم است، ولی بک‌گراند و لوگوی ما طول آنها طولانی است و بیشتر است. میخواییم که طول تمام اینها یکسان باشد. بالای تمپلیت خود در قسمت پایین رو کلیک میکنیم و بعد از اون میایم به نقطه آخری تمپلیت خود. در اینجا که آمدیم، در اینجا بالای لوگوی خود دبل تب کلیک میکنیم و طول آن را برابر تمپلیت خود میکنیم. باز بالای بک‌گراند خود دو بار تب میزنیم و در اینجا طول آن را برابر تمپلیت خود میکنیم. بعدا در قسمت بالا بالای علامه تیک کلیک میکنیم. دوستان، حال میخواییم که نام یوتیوب چینلمون در قسمت پایین لوگویمون باشد. برای انجام دادن این کار شما بیاین از این قسمت، از این موقعیت ها، از این قسمت 6.9 ثانیه یا
از این موقعیت میایم 6.9 ثانیه 6.8 ثانیه از این موقعیت ها میایم. بعدا در اینجا بالای گزینه لیار کلیک میکنیم، در اینجا بالای گزینه تکست کلیک میکنیم. بالای گزینه تکست که کلیک کردیم در قسمت نام یوتیوب چینلتون هر چی که هست اون رو نوشته بکنین. بعدا در قسمت بالا بالای گزینه اوکی کلیک میکنیم. بالای گزینه اوکی که کلیک کردیم در اینجا نام ای را که نوشته کردیم با قسمت پایین لوگوی خود میاریم، جابجا میکنیم در قسمت ها. در قسمت ها اگر خواستین اندازه اون رو بزرگ یا کوچک بکنین از اینجا میتوانین این کار رو انجام بدهین. حال میخواهیم که فونت اون رو تغییر بدهیم. برای تغییر فونت بالای گزینه دبله کلیک بکنین و بعد از او انواع و اقسام فونت در اینجا دیده میشه و هر فونتی را که خواسته باشین میتوانین استفاده بکنین. فونتی را که من امروز میخواهم استفاده بکنم در اینجا در سیکشن دیسپلی است، بالای اون کلیک میکنم. در قسمت یک فونت هست به نام فکون دوستان، یک فونت هست با این نام، بالای آن کلیک میکنم. اگر این فونت اگر این فونت را شما در اینجا پیدا نکردین در قسمت بالا بالای این آیکن استور کلیک بکنین، در اونجا فونت را در قسمت سیکشن پیدا میکنین و بعدا دانلود بکنین. من این فونت را از اینجا انتخاب میکنم، بعدا در قسمت بالا بالای علامه کراس کلیک میکنم، فونت در اینجا انتخاب شد. حال میخواهیم که رنگ فونت رو تغییر بدهیم. دوستان اگر خواستین که رنگ فونت رو تغییر بدهیم در اینجا بالای این آیکن کلیک میکنیم و در قسمت انواع و اقسام رنگ ها هست، شما میتوانید انتخاب بکنین. به طور مثال اگر من رنگ سیاه رو انتخاب بکنم، بعدا در قسمت در اینجا بالای دگمه این آیکن کلیک بکنیم، در اینجا میبینیم که رنگ اون سیاه شد، پس رنگ سفید رو انتخاب میکنیم. بعدا در قسمت بالا بالای علامه تیک کلیک میکنیم. در اینجا دوستان اندازه این لیر رو کم میکنیم به اندازه تمپلیت خود در قسمت پایین، بله. و بعدا میخواییم یک انیمیشن بدهیم. برای دادن انیمیشن در اینجا بالای گزینه این انیمیشن کلیک میکنیم، بعدا فید رو انتخاب میکنیم و تایمینگ آن رو 1.5 انتخاب میکنیم و در قسمت بالا باز بالای علامه تیک کلیک میکنیم. تقریبا تمام تنظیمات رو انجام دادیم، فقط یک تنظیم باقی مونده دوستان. در اینجا بالای گزینه سیتینگز کلیک میکنیم، در اینجا بالای آیکن ویدیو کلیک میکنیم، در قسمت گزینه ویدیو فید اوت رو به طرف میزنیم فعال شود و بعدن از این تایم اون رو 1 ثانیه یا 1 سکند انتخاب میکنیم. بعدن در قسمت بالا بالای علامه کراس یا ضرب کلیک میکنیم. ما تمام تنظیمات رو انجام دادیم، حال انتروی خود رو یک بار پلی میکنیم میبینیم که چگونه جور شده. دوستان میبینید چقدر حرفه‌ای و زیبا به نظر میرسد. با این طریقه شما میتوانید که برای خود یک لوگوی یک انتروی زیبا و دلخواه خود را جور بکنین، برای کانال یوتیوب خود جور بکنین. اگر خواستین این انترو را در گالری موبایلتون سیو یا ذخیره بکنین، در قسمت بالا بالا این آیکن کلیک بکنین، بعد از او در اینجا کیفیت بالا را انتخاب بکنین، هر کیفیتی که بالا بود آن را انتخاب بکنین، در اینجا سی را انتخاب بکنین و در اینجا اگر لو بود های را انتخاب بکنین. در قسمت پایین بالای دگمه سیف زمانی که کلیک بکنین این انترو در گالری موبایل شما سیف میشه یا ذخیره میشود. دوستان تا ویدیوهای بعدی، الله حافظتان.